جناب طارق‌خانی سلام علیکم. سلام علیکم. کمالپور هستم از خبرگزاری فارس زنگ زدم. جناب طارق‌خانی. جناب طارق‌خانی صدامو دارین؟ جناب طارق‌خانی صدامو دارین؟ الو الو. صدامو نمی‌شنوام فراش. الان صدامو دارین؟ جناب طارق‌خانی صدامو دارین الان؟ من فکر کنم که گوشی رو بعد اون بری بگیرید جناب طارق‌خانی. الو الو جناب طارق‌خانی صدامو دارین؟ کمالپور هستم از خبرگزاری فارس تماس گرفتم. جناب از خبرگزاری فارس تماس میگیرم. جناب طارق‌خانی صدامو دارین؟ من نمی‌شنوم راستش. یه مقدار من صدا رو بیشتر می‌کنم ببینید میشنوید؟ الان بهتره؟ خدمتتون عرض کنم که جناب طارق‌خانی من یه پرسش داشتم در رابطه با اینکه ما جلسه علنی مجلس رو در خود الان دوباره ضعیف شد. ببینید من ولومش رو زیاد کردم، این آخرین درجه شه، دیگه نمیتونم بیشتر از این کنم. دیگه این آخرین درجه ولومه، من دیگه بیشتر از این نمیتونم صدا رو بیشتر بکنم. خدمت رو عرض کنم. خدمت رو عرض کنم چون ما سحن علنی مجلس در رابطه با رسیدگی به رژیم حقوقی خزر رو قطعا پوش خبری میدیم، میخواییم نظر شما رو به عنوان یک شخص حقیقی در رابطه با این رژیم حقوقی خزر بدونیم و بعد صحبت ها رو در سحن علنی مجلس هم اونجا پوشش خبری بدیم. میشه نظرتون رو بفرمایید؟ اون چیزی که فعلا در رابطه با بحث مباحث در این خزر مطرح شده به صورت رسمی گزارش به ما نشده توجه فرمودید؟ بله 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 کامل صدای شما شفافه بفرمایید. رسمی هنوز گزارش به ما نشده توجه فرمودید. اون چیزی که مسلم هست در هر حال در زمانی که قراردادهایی که در سالهای قبل دو تا قرارداد داریم، حالا تاریخ جنان متاسفانه در این 1921 و 1940. بله اونجا در هر حال دیگه شده که در اون قرارداد که دریای خزر به نصفه بین دو کشور ایران و شوروی سابق به هر حال تقسیم شده و خدمت باسر از شما از کنن که بعد از فروپاشی اتحاد نمایی شوروی در حال 54 کشور دیگه در حوزه خلیج فارس و منظرم با حوزه دریای خزر تشکیل شده، به هر حال ما باید بدونیم که چه میزانی از این مباحثی که طرح شده مطرح شده در رابطه با حقوق، یعنی در واقع قوانین و مقررات بین الملل در رابطه با حقوق دریاها رعایت شده. با توجه به اینکه ما هنوز گزارش رسمی از مسئولین چه وزارت امور خارجه و دولت نشنیدیم، من الان نظر خاصی نمیتونم بدم، برای که ما باید بدونیم اول این قوانین رو به عضو خواهی قراردادهایی که یا مذاکراتی که در رابطه با چگونگی رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر و دستگاه باشی از بحث هایی که شده به صورت تحضیر تفصیلی و جلساتی گذاشته شده باید از اونها مطلع بشیم و بعد نظر بدیم. در آن حال ما در رابطه با قواعد بین المللی حاکم بر حقوق دریاها باید ببینیم که چنانی موارد در این مذاکرات مراعات شده تا نظر قبلی و نهایی خودمون رو بدیم. در هر حال ما باید نهادهای ملی خودمون رو از هم به اینکه حقوقی بر دریای خزر داریم این رو مد نظر قرار بدیم و هر گونه مذاکره ای که انجام میشه در میانجی بخواهم اصول مقررات و منافع ملی کشور خودمون باشیم. خواهشم. پس در واقع اگر طبق صحبتی که آقای روحانی و آقای ظریف داشتن، اگر این سهم ایران از اون قرارداد و تعهد پیمان نامه 1921 و 1940 از 50% تقلیل پیدا کرده باشه به زیر 14% رسیده باشه، شما با اظهاراتی که الان دارید مخالف هستید و تایید نمی کنید، یعنی تمامیت ارضی کشور رو؟ بله فعلا این عدده این مطلب رو عرض کنم. حالا اون چیزی که در رابطه با تقسیم مثلا حوزه‌های آبی در دنیا مرسوم بوده است، به هر حال یک
هوایی فرمود به خاطر تانرک یا تانرک هم بچه هست که من فکر میکنم احتمالا این مقررات رو نمیدونم حالا چقدر بود تقسیمات مراقات شده، اما اینکه در کشورهای شوروی سابق به کشورهای دیگه تقسیم شدن یا استقلال پیدا کردن، این ارتباطی به حقوق ما نداره. ما به هر حال چیزی که از حقوق بودی و از کردم رژیم قابلی آسیم بر اندازه قابل حقوق دریاها از بین المللی هم حاکم هست، ما اون موارد را باید مراقبت بکنیم و در اعتماد این مطلب هم مد نظر داشته باشیم که دریای خزر یک دریای بسته است، مثل دریاهای آزاد نیست که ما حکومت و لابد بگیم که مثلا یک مقرراتی در مثلا سازمان ملل در قواعد بین المللی حاکم بر حقوق دریاها هست که ما باید حکومت در اونجا حرکت کنیم. برای دریای بسته است، این دریای بسته قبلا همونطور که شما فرمودید در اون سالهای نامساب ۱۹۴۵ فرمودید ظاهرا این قرارداد وجود داشته. ما فکر میکنم در چارچوب اون قرارداد با مباحثمون رو ادامه بدیم و سعی کنیم که خلاصه حقوق مردم ما و کشور ما منافع ملی ما خدای ناکرده در این وسط دستخوش هیجانات و یا تصمیمات عجولانه نشه. خب جناب پوزش میخوام، جناب پوزش میخوام، بذارید من جناب پوزش میخوام، من یه سوالی از شما دارم، اینم اینه که اگر حکم حکومتی بیاد، اجازه بدید یکی از همکارام یه پرسش دیگه رو دارم مطرح میکنن مبنی بر اینکه اگر در این قضیه در صحن علنی مجلس دستور آقای خامنه‌ای به عنوان حکم حکومتی مطرح بشه، اون موقع شما جنایی قرار دارید. سوال بعدم اینه که چرا آقای محمد جواد ظریف در تلویزیون به دروغ گفت 50% در کار نیست؟ من بشنوم بهتون احتمال بدم بعد دوباره سوالمو تکرار میکنم که شما کامل بفرمایید. همکارا سوال کنید که لطفاً، اولا که آقای محمد جواد ظریف در تلویزیون اومد و گفت اصلا سهم 50-50 ایران هیچ وقت نداشته و این دروغ طبقی گفته ایشون و هیچ اعتراضی از سمت نمایندگان نشد. دو، احرام قانونی در اختیار این دوستان هست، عزیزان نماینده هست که بتونن اینو وتو کنن و بهش رأی ندن، اما اگر طبق روال سالهای گذشته با حکم حکومتی مواجه بشن، نماینده هایی که به فکر تمامیت ارضی ایران هستن چه کاری میخوان انجام بدن و چه کاری میتونیم انجام بدیم که ما هم بتونیم حمایت کنیم یک وجب از خاک ایران جدا نشه؟ درسته. همکار من پرسشی که دارم حضرت عالی اینه که آقای ظریف عملا اعلام کردن در قرارداد 1921 و 1940 ما سهم 50-50 بین ایران و شوروی نبوده، همچین چیزی رو تکذیب کردن، در صورتی که کاملا شفاف در این دو پیماننامه سهم مشترک حتی در 1940 عملا اعلام میکنن دریای ایران و شوروی. ما با هیچ بازخوردی از سمت نمایندگان نداشتیم نسبت به این گفته آقای ظریف. به علاوه اگر با مخالفت شما یا همکارانتون در مجلس روبرو بشن، دولت روبرو بشه، آیا امکان داره که با به صورت دستوری و حکم حکومتی شماها رو مجبور کنن به اینکه این پیمان نامه رو تایید بکنید در صحن علنی مجلس و رأی بهش بدید یا نه؟ ببینید، اولا که ضمن احترام به از کانتر مسئول دیپلماسی خارجی و که الان در هر حال مسئولیت مدیریت ارشدی را یعنی بر عهده دارم و به نظر دادم در رابطه ما مسائل بین‌المللی موفقیت های حداقل بگیم که نسبی هم داشتم، ولی در مصاحبه که انجام دادم در تلویزیون برای بنده هم قابل قبول نبود، یعنی حرفها حرفهایی نبود که به هر حال یک در واقع اساس یا پایه حقوقی داشته باشه که برای ما قابل تغییر باشه که این مذاکرات و عرض کنم که نشستها یک چارچوب ویژه‌ای داشته که در اون رعایت مقررات قوانین بین‌المللی هم شده باشه. اما در هر حال اگر ما ببینید ما که نباید چیز را تحمیل بکنم، اگر واقعا ما منام ببینید ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم در 8 سال دفاع مقدس نگذاشتیم با همه از کنم که پشتیبانی هایی که از جانب اتحاد
استکبار غرب می شود و همه کشور آمده بود به دراغ از همه جوان سلاح های بسیار پیش رفته و حتی سلاح های شیمیایی می دادن و در اون شرایط اساس ما نمی داشتیم حتی یک سانت هم از تنجهات کشور ما به تصرف کشور دیگه در بیام. البته ما دنبال عرض کنم که نظام حقوقی و منطقی و اصول حاکم در گفتگوهای بین المللی هستیم، ما دنبال این قضیه هستیم. خدای نکرده مثلا ما نمیخوایم که مثلا برای احقاق حق منطق ما حق داریم حرف بزنیم، اما ما به دنبال تنش نیستیم. اما در هر حال اگر وزارت امور خارجه اگر مجبور دولت حرف حساب شدهای برای این داستان نداره، ما لااقل نمیتونیم زیر بار یک مدیرت بزنیم که بیاساس باشیم. بستری بنویم که بیاساس باشه و در تاریخ ماندگار خواهد شد این داستان. ما باید ببینیم که تفصیل و توضیح و توجیهی که دولت مجموعه دولت در رابطه با عوارض مجهوله در نشستهای مختلف در بحث رژیم حقوقی حاکم بر علیه خزر داشته چقدر اینا در قواعد بین المللی قواعد جامعه بین کشورها که امروز در دنیا پرچین هست چقدر این چارچوبها مراعات شده و واقعا چقدر عرض کنم که در واقع منافع کشور خود و منافع بودی خود که اصلا بعد منافع بس باشه در هر حال قاعده قراردادی در خدمت شما از کن بین ایران و شورای بوده و یکی از ارز کنم که الزامات قراردادها متعهد بودن به مفادمون هست. اصلا الزامات قراردادی به ما میگه ما شما باید از بند مفاد در قراردادی را بهش متعهد باشید. بنازا در اونجا هم اگر واقعا در روزان سال چهل و قیام به قبلیش اگر تصریح هم قد شده باشه 50% گرچه این در واقع اعلام استقلال کشورهای مختلف هم که حوزه خلیج فارس و حوزه دریای خزر هستن که خودش قابل بحثن، اما در هر حال من فکر نمیکنم که 50% سهم ما به 10% بشه تبدیل بشه. جناب طاهرخانی اگر پوزش میخوام از شما، با توجه به این دو قرارداد اتحاد جماهیر شوروی تجزیه شده تقسیم شده، ایران که تجزیه نشده، اتحاد جماهیر شوروی باید از سهم 50% خودش سهم آذربایجان و قزاقستان و بقیه رو تقسیم کنه، نه از 50% حق قانونی ایران و مردم ایران. این درسته یا نه؟ ببینید صحبت ما هم در همین محور هست، در همین عرض کنم که راستاست. اما عرض کنم که حالا من عرض کردم در عرض قبلی من که ما نمیدونیم واقعا حداقل بنده نمیدونم که واقعا چقدر این مباحثی که در فضای رسانه‌ای یا در فضای مجازی پخش میشه اینها قابل قبول دولت مردان و یا هیئت مذاکره کننده است. اینها وقتی که در صحن علنی مجلس یا در جلساتی که باید طبیعتا تشکیل بشه اونجا در صحن علنی یا در جلساتی که تشکیل بشه و در کمیسیون های مختلف اونجا روشن بشه، طبیعتا ما مواضع اصولی و در واقع مواضع قطعی خودمون رو اعلام خواهیم کرد و این را هم باید مد نظر داشته باشیم. یا حکم حکومتی هم سوال کنید لطفا. همین قرار تعهدات میثاق ها عهدنامه ها پیمانامه های بینالمللی که امضا میکنند بیاره در مجلس مطرح بکنه و به تصویب مجلس برسه. این موضوع در دریای خزر هنوز به صورت شفاف و مستوفا و مبسوط در مجلس مطرح نشده و مطرح بشود طبیعتا ما از واقعیت ها که مطلع بشیم اون موقع اظهار نظر سریع و منجز خودمون رو خواهیم. جناب طاهرخانی سپاسگزارم از شما. من دو تا سوال خیلی کوتاه میپرسم که زیاد وقت شما رو نگیرم بیشتر از این. سوال قبلیمو تکرار میکنم. سوال قبلیمو تکرار میکنم. آیا امکان داره که به صورت دستوری و حکم حکومتی از طرف بیت رهبری به شما یا سایر همکارانتون دستوری صادر بشه که این پیماننامه رو تایید بکنید؟ و دو اینکه آیا در دستور کار مجلس بهتون ابلاغ شده که چه زمانی به این مسئله باید رسیدگی بشه یا نه؟ من بعید میدانم چنین مرکزی صورت بگیره که مثلا در حال یک مطلبی برخلاف منافع و مساله ملت در واقع برخلاف تمامیت
شده این برنامه برای رسیدگی به این پیماننامه رژیم حقوقی خزر تاریخی به شما اعلام شده که در مجلس مورد بررسی قرار میگیره؟ نه فعلا تاریخ اعلام نشده، ولی با توجه به عرض کردم اصول قانون اساسی که قوانین حاکم بر کشور هم اصول حاکم بر عرض کنم که همه امور کشور هست طبیعتا قانون اساسی هم عرض کردم امر در این هست در واقع میخواد که از الزام آور است اینکه دولت میثاق و احکام های بین المللیش رو بیاره به مجلس ارائه میکنه در مجلس تصویب بشه اتوماتیک و با فعل مفاد قانون اساسی به مجلس خواهد آمد، اما فعلا زمانش رو اعلام نکرده. بسیار عالی. من یه مطلبی هم خودم اشاره جانم البته این مطلب هم اشاره میکنم اون چیزی که آقای ظریف در صحبت‌هاشون یا مصاحبه تلویزیونشون گفتن نه ما توافق نرسیدیم در رابطه با کل جریانات دریای خزر. من عرض کنم که یه مسئله مهم و من فکر میکنم که دوستان نماینده و همکاران شما باید در نظر بگیرن که دو روز بعد از این اتفاق که افتاده آقای پوتین در بازدید هوایی با هلیکوپتری که روی دریای خزر داشته اعلام کرده، فکر کنم شاید شما هم شنیده باشید، خبرگزاری روسیه و قزاقستان اینا منتشر شد، آذربایجان منتشر شد، که اعلام کرده بزرگترین پایگاه نظامی رو که بتونن ناوهای جنگی و زیردریایی ها در کل دریای خزر بیان بعد از این پیمان نامه این شرایط رو برای ما مهیا کرد که این کار رو انجام بدیم و به زودی ساخت این پایگاه نظامی رو در سطح دریای خزر آغاز کنیم. این یه مطلبیه که شما و سایر همکاراتون باید حتما در نظر داشته باشید که چه خطرهایی رو برای ما داره، جدا از اینکه تمامیت ارضی کشور زیر سوال میره و یک تکه از ایران کنده میشه، اما چه خطرات نظامی رو میتونه برای ما در بر داشته باشه. من سپاسگزارم از شما. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. فرمایش شما رو من ساعت کار نذاشتم داخل اخبار رو گوش کنم و مطلع شما در هر حال ما باید طوری عمل کنیم که در تمام در واقع امنیت ما از کنم که حفظ تمامیت ارضی ما به خطر نیفته و تصورم این است که من به همین سبب در مجلس مواجه خواهیم شد که حتما نمایندگان برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور پس جای عاقلانه و هوشمندانه خواهند داشت و انشاءالله که برای ملت هم منافع آینده رو در بر خواهد داشت، منافع ملت حفظ خواهد. یه سوال دیگه جناب کمالپور از ایشون بپرسید لطفا. یکی این که نظرشون راجع به در خلیج فارس و دریای عمان که چینی ها دارن سید میکنن. جناب کمالپور الان صدام خوبه. یه همکارمون یه سوال داره از شما، اگر عنایت بفرمایید آخرین پرسش همکارمونه، چون دوستان خیلی دارن هی پرسش میکنم، من گفتم فقط یه دونه آخریش باشه. آقای طاهرخانی عجله دارم میخوام برم. خواهش میکنم. سپاسگزارم آقای طاهرخانی. مطمئن باشید مردم پشت شما هستن برای جواب منفی دادن به این پیماننامه طرح رژیم حقوقی دریای خزر. مردم پشت شما هستن، محکم بایستید، ما مردم از شما حمایت میکنیم. زنده باشید. بدرود. جاوید شا بدرود. دمت گرمی آخریه رو بهش گفتیم آقا.